رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. في هذا اليوم سنستلم كامل المسؤولية عن المعسكر الذي يشغله أفراد من منظمة خلق الإيرانية. هذه المنظمة المصنفة ضمن الإرهاب لا يمكن أن تعمل بعد في العراق. ولا مراجعة أن هذا المعسكر يغلق وننزع هذا الفتيل من الحدود الإيرانية العراقية بشكل نهائي وفي الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله يكون جزء من التاريخ. یعنی یک هجومی به قصد قتل عام بود. منشون میگیم اگه مسلمون نیستی میگن نه من یزیدم رهبرم هم خامنه ایه. با آخرین زور به قصد واقعا به قصد کش میزدن. فقط به قصد کش و جان گرفتن میزدن. به خطوات متصاعده و به توعده يعني نجعل وجودهم في العراق غير لا يمكن ان نتحمل. اونا با قصد کشتن بچه‌ها رو می‌زدن. مثلا یکیشون میگفت سرتون رو می‌بریم، یعنی به این صورت میگفت تک تک اینجوری میگه سرتون رو می‌بریم. گفتن آرژی موضوع اومده و دیگه خواهش ما تمام تا دو ساعت دیگه اشتر رو با خاک یکسان میکنیم. ولكن بطريق بشكل تدريجي احنا اللي يعني القوات الامنيه العراقيه تدخل المعسكر تعمل سيطرات تعمل يعني دوريات تعمل تفتيش تعمل مداهمات لانه در 6 و 7 مرداد 88 همه تهدیدات مطبوعاتی مقامات عراق جامعه واقعیت به خودش پوشوند. در این دو روز وقایعی در اشرف رخ داد که جهان رو تکون داد. وقایعی که در تحولات سیاسی این گوشه از جهان تأثیر کیفی داشت و بسیاری از معادلات رو به هم زد. در این فیلم مستند که شما شاهدش هستین ما در پی به تصویر کشیدن وقایعی هستیم که در روزهای 6 و 7 مرداد به وقوع پیوست. حماسه‌ای که بعدها فروغ ایران نام گرفت. باید یادآوری کنیم که واقعی که در روز 6 مرداد اتفاق افتاد یک حادثه ناگهانی نبود، بلکه نقطه اوج ماجرایی بود که از تحویل حفاظت اشرف به عراقیان در اول سال 2009 شروع شده بود. البته ما تو این مستند قصد نداریم به وقایع قبل از 6 مرداد بپردازیم، اما میتونیم به طور خلاصه بگیم که دولت عراق از روز اول با محاصره کامل اشرف شروع کرد و گام به گام با توطئه‌های مختلف فشار رو روی اشرف اضافه کرد. قبل از 6 مرداد نزدیک به 2 ماه بود که یگانه از پلیس عراق رو تحت عنوان راه‌اندازی ایستگاه پلیس تو اشرف جلوی در بسته مستقر کرده بودن. دست کم وقایع 6 و 7 مرداد نشون داد که این بهونه بیش نبود. این اصلی متلاشی کردن اشرف و اخراج مجاهدین بود. به همین دلیل بود که اشرفیا هم تو این 2 ماه هر روز جلوی ورودی اشرف تحصن می‌کردن و به اونها اعتراض می‌کردن. اشرفی ها چیزی جز اذعان به حقوق اولیه انسانیشون نمیخواستن، حقی که برای هر انسانی تو دنیا به رسمیت شناخته شده، اما از طرف دیگه به هیچ عنوان حاضر نبودن از این ابتدایی ترین حقوق خودشون که در قطعنامه پارلمان اروپا تصریح شده بود کوتاه بیان. توی این 2 ماه آخر
کمیته سرکوب اشرف برای تحمیل خواسته هاشون بارها نیروهاشون رو به در اشرف آوردن. یه بار خطی به خطیشون کردن، یه بار ستونی، اما هر بار دیدن که برای اینکه وارد اشرف بشن باید از یک دیوار انسانی چند لایه عبور کنن، برای همین منصرف می‌شدن. همه می‌دونستن که بالاخره این تنش‌ها باید یک روزی به یک نقطه اوجی برسه، اما چه روزی کسی نمی‌دونست. میدون سین ورودی اشرف، یکی از کانون‌های اصلی درگیری در شیش مرداد. و خیلی جالبه که بدونین تنها سه روز قبل از اون این میدون شاهد صحنه‌های متفاوت از اون چه که شیش مرداد به وقوع پیوست. در خیابان بودم آن روز، در خیابان بودم آن روز، در خیابان بودم آن روز، دوستم همسنگرم آن روز. وقتی محمد میتوند که در خیابان بودم آن روز، هنوز نمیدونست که تا سه روز دیگه همه اشرفی ها در خیابان و بیابان خواهم بود و این شعر رو زیر لب زمزمه میکنند که در بیابان هستم. دیده تر از گاز اشکاوم، با تری پرتد با تاسم، با دلی سرشار از باغم، برد و جنگ آورد تا آخر. اما تحولات از شب پنج مرداد رنگ و بوی دیگه ای گرفت، رنگ و بوی متفاوت از همیشه. من المقرر أن تتسلم الحكومة مسؤولية الأمن في معسكر أشرف في إطار تنفيذ اتفاقية الانسحاب الموقع بين بغداد وواشنطن. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أشار إلى أن الحكومة ستلتزم بالتعامل الإنساني مع الأفراد الموجودين في المعسكر حسب ما تفرضه القوانين الدولية المعمول بها، مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بترحيل أي فرد منهم أو إخراجهم من العراق قسريا طالما تمت مراعاة القوانين العراقية النافذة. وقتی این خبر رو تلویزیون عراق پخش کرد، در واقع همه میدونستند که اون چیزی که سخنگوی دولت عراق تحت عنوان تحویلگیری امنیت مسئول قرارگاه اشرف ازش اسم میبره، در واقع اولین پرده از سناریوی انهدام اشرف که چند ماه قبلش موفق روبه‌ای لو داده بود. وگرنه این همه لوده رو، آب پاش و نیرو رو برای چی دور اشرف آورده بودن؟ آیا میخواستن با لوده رو آب پاش امنیت اشرفی ها رو تامین کنن؟ اون هم با شیوه انسانی؟ کمیته پارلمانی ایران آزاد در نامه خود که برای رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و سفیر این کشور در عراق و فرماندهی نیروهای چند ملیتی ارسال شده می نویسد: آقای رئیس جمهور اوباما، علی دباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که دولت عراق مسئولیت اداره امنیت داخل قرارگاه اشرف را به عهده خواهد گرفت. شما می دانید که از ژانویه 2009 ارتش و پلیس عراق قرارگاه را محاصره کرده اند و هیچ مشکل امنیتی در داخل قرارگاه وجود نداشته است. ترس ما از این است که اعلامیه آقای دباغ راه را برای پلیس عراق باز کند تا به زور وارد قرارگاه شوند و برای خوشایند رژیم تهران ساکنان آن را سرکوب کنند. علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در ماه فوریه در دیداری با رئیس جمهور عراق از او خواست تا قرارداد دو جانبه برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف را به اجرا درآورد. در 24 آوریل 2009 قطعنامه پارلمان اروپا درباره ساکنان اشرف و بیانیه عفو بین الملل و دیگر سازمان‌های غیر دولتی روشن ساختند که عراق باید در رفتارش با ساکنان اشرف قوانین بین المللی را رعایت کند. اما ظاهرا تصمیمات گرفته شده بود و هیچ گوش شنوایی پیدا نشد.
به همین دلیل از نیمه شب تحرکات جدیدی شروع شد. نیروهای عراقی ضمن افزایش نیروهای خودشون ورودی اشرف رو با یک خاکریز بستن. شاید به این ترتیب می‌خواستن جلوی هر گونه عکس العمل اشرفی‌ها رو نسبت به نیروهای عراقی بگیرن. اطلاعیه شورای ملی مقاومت، حمله به اشرف شماره 1. نیروهای ویژه پلیس عراق از شب گذشته به آماده سازی برای حمله به اشرف و ورود قهرآمیز به داخل آن که خواسته رژیم هراسان آخوندی برای سرکوب و محاصره هرچه بیشتر ساکنان اشرف است مبادرت کردند. نیروهای ضربت و واکنش سریع و پلیس ضد شورش از بامداد امروز در ورودی اشرف مستقر شده و آرایش حمله و تهاجم به خود گرفتند. آنها برای ورود قهرآمیز به داخل قرارگاه تعدادی لودر و ماشین‌های آتش نشانی و آمبولانس به همراه آورده‌اند. اکیپ‌ها و ستون‌های جدید نیرو در حال انتقال به اشرف می‌باشند. در صبح 6 مرداد مزدورای عراقی همزمان با افزایش نیرو تو بیرون قرارگاه یه هیئت هم برای مذاکره داخل اشرف فرستادن. احتمالاً فکر میکردن اگر چماق قوه قهریه رو در بیرون اشرف بالا ببرن میتونن اشرف رو وادار به تسلیم در مقابل خواسته های غیر قانونیشون بکنن. اما اگه اونها یک محاسبه ساده میکردن بعد متوجه می شدن که این مجاهدین همونایی هن که قبل از اینها 30 سال پیش به خمینی دجال که خودش رو ولی امر مسلمین جهان می دونست تسلیم نکرده بودن و در مقابلش ایستادن. حالا این یکی که با توافق نامه اخراج مجاهدین از بیت ولایت اومده بود و میگه میخوام بیام تو، دیگه پاسخش از طرف مجاهدین روشن.